جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در جنایت جدید اردوگاه نصیرات را بمباران کردند که به شهید و زخمی شدن تعداد زیادی منجر شد. منازل مسکونی در غرب این اردوگاه در کمتر از 10 دقیقه هدف 5 حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. همچنین در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به 4 چادر اسکان آوارگان نزدیک مدرسه سواره در غرب اردوگاه نصیرات چند تن شهید و شماری مجروح شدند. رژیم اشغالگر بیت لاهیه در شمال نوار غزه را هم هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. 4 دستور رئیس جمهور برای پیشرفت سواحل مکران. آقای پزشکیان در دومین نشست تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور در دولت 14 تقویت اقتصادهای بومی منطقه، تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسریع در تکمیل راهگذر مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین المللی و جذب و متمرکز کردن سرمایه گذاری داخلی و خارجی را 4 دستور فوری برای شتابخشی به پیشرفت مکران برشمرد. رئیس جمهور در ادامه گفت طرح‌های ارائه شده برای پیشرفت مکران نیازمند تغییرهای اساسی است و باید این طرح‌ها با الگوی پیشرفت اقتصادی و سیاسی این منطقه متناسب باشد. لزوم متناسب بودن ظرفیت‌ها و موقعیت مکران با دیگر مناطق توسعه یافته در زنجیره ارزش جهانی هم محور دیگر صحبت‌های آقای پزشکیان بود. رئیس جمهور بر مشارکت همه جناح‌ها و سلایق فکری در اداره امور کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان در نشست هیئت دولت گفت باید تلاش کنیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم. رئیس جمهور همچنین تقویت وحدت، توجه ویژه به نقاط کم برخوردار، حفظ یکپارچگی و جلب رضایتمندی مردم را به عنوان اصول لازم الاجرا در دولت وفاق ملی برشمرد. همچنین هیئت دولت با انتخاب آقای محمد علی طالبی به عنوان استاندار جدید کرمان موافقت کرد. استاندار جدید کرمان دانش آموخته رشته علوم سیاسی در مقطع دکتراست و در دولت 12 استاندار یزد بود. بخشدار مرکزی، معاون فرماندار، سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم و معاون سیاسی استانداری یزد هم در کارنامه فعالیت آقای محمد علی طالبی به چشم می‌خورد. آغاز محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده توزیع برق در کشور از امروز. مدیرعامل توانیر با اعلام این خبر در برنامه میز اقتصاد گفت میزان محدودیت‌ها معادل 10% صرفه‌جویی در مصرف برق است. رئیس سازمان انرژی اتمی هم از آغاز عملیات ساخت نیروگاه‌های اتمی 2 و 3 در بوشهر برای افزایش ظرفیت برق هسته‌ای کشور خبر داد. امروز پیامک ارسال خواهد شد برای مشترکان محترم. اجرای خاموشی‌های منظم از فردا در سراسر کشور. از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 هست و برای هر مشترک 2 ساعت پیشبینی شده در بخش خانگی. مدیر عامل شرکت توانیر با حضور در میز اقتصاد با موضوع ناترازی برق گفت 90% تولید برق توسط نیروگاه‌های حرارتی است و این نیروگاه‌ها 100% می‌توانند از سوخت گاز استفاده کنند. با توجه به محدودیت‌هایی که در تأمین سوخت نیروگاه ایجاد شد و خب اخیراً هم در 3 نیروگاه کشور استفاده از سوخت مازوت ممنوع شد، این خب محدودیت ها رو به نوعی تشدید کرد. آقای رجبی مشهدی با اشاره به رویکرد دولت که بخش مولد کشور یعنی صنعت در اولویت محدودیت نباشد گفت تنها 10% صرفه جویی بکنیم میتونیم در واقع این محدودیت رو کاهش بدیم و یا برطرف بکنیم. صنایع البته تو این 2 ماهی که گذشته واقعا سعی کردیم انرژی بیشتری رو بهشون تحویل بدیم، رشد نسبتا مناسبی رو تو این 2 ماه پیدا کردن و خب اولویت اول هستن برای تامین برق، ولی در این حال برنامه ای رو هم باید تنظیم بکنیم به هر حال برای شرایط سخت. رئیس سازمان انرژی اتمی هم از افزایش 2000 مگاواتی ظرفیت تولید برق هسته‌ای تا پایان برنامه 7 خبر داد. 20000 مگاوات برای افق تا 1420، ولی ما زمان بندی رو که تعهد کردیم و تو برنامه 7 هم اومده که ما این 1000 مگاواتمون به
3000 مگاوات میرسه، یعنی ما دو واحد نیروگاهی انشالله تا پایان برنامه هفتم به بهره برداری خواهیم رسون. دیگر میهمان این برنامه نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بود که از وزارت نیرو درخواست کرد برای کاهش قطعی‌های برق اجازه دهد نیروگاه خصوصی بدون دخالت دولت برق صنایع را تأمین کند. ما نیروگاه داریم، تولید برق می‌کنیم، صنایع هم مصرف کننده هستن. آره. شما کیلووات 300 تومان از این انتقال بگیر، ما سالانه به شما 30 همت میدیم. مدیر عامل توانیر نیز در پاسخ به این درخواست گفت قانون مانع زدایی صنعت برق اجازه این کار را داده و ما اجرای آن را تضمین می‌کنیم. اگر 50% آقای صالحی تضمین بدن حتما به اصطلاح محقق میشه. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما. حتما استقبال بخش خصوصی. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با توجه به اراده سران ایران و عربستان روابط دو جانبه در همه عرصه‌ها بیش از پیش تعمیق و گسترش یابد. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با ولیعهد عربستان با اشاره به حضور نیافتن در نشست ویژه سازمان سران اسلامی به علت فشردگی فعالیت‌های اجرایی و حضور معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران در این نشست ابراز امیدواری کرد این اجلاس نتایج مؤثر و ملموسی در توقف جنایات رژیم صهیونیستی و جنگ و خونریزی در غزه و لبنان داشته باشد. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی سعودی نیز در این گفتگوی تلفنی گفت روابط ایران و عربستان در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد و امیدوارم در همه زمینه‌ها به عالی‌ترین سطوح ارتقا یابد. محمد بن سلمان با مغتنم خواندن فرصت حضور معاون اول رئیس جمهور در اجلاس امروز در ریاض از آقای پزشکیان برای سفر به عربستان دعوت کرد و همچنین در واکنش به دعوت متقابل رئیس جمهور کشور من از وی گفت سفر به ایران مایه افتخار بنده است و امیدوارم هر چه زودتر فرصت آن مهیا شود. نشست قرارگاه فرهنگی راهیان نور با حضور رئیس ستاد مرکزی راهیان نور و فرمانده جدید قرارگاه فرهنگی این ستاد برگزار شد. فرمانده قرارگاه فرهنگی راهیان نور با اشاره به ترسیم نقشه راه فرهنگی از لزوم تقویت راویان و برنامه‌ریزی فرهنگی برای کاروان‌های زیارتی گفت. باید ما کمن و کیفن این راویان رو در حقیقت ارتقا ببخشیم و قدم بعدی یه برنامه فرهنگی به سین و روش جاری از مبدأ تا مقصد و از مقصد تا پایان شبیه کاروانهای زیارت ادب و طالب تدوین کنیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.